توی این درس باید یه نگاهی بندازیم به زیرنویس یا سابتایتل. زیرنویس رو ما در واقع توی یک ترک فقط میتونیم اعمال بکنیم و ایجاد بکنیم. شما هر کدوم از این ترک هایی که خواستید، به طور مثال کم، هیر، مانیتور یا مووی رو میتونید انتخاب بکنید و توی این باکس پایین که تا 32 تا ترک سابتایتل میتونید داشته باشید سابتایتل اضافه بکنید. برای ایجاد سابتایتل شما میتونید اینجا بیاید توی این فضای خالی رایت کلیک بکنید یا کنترل کلیک و اد سابتایتل. اگر اد سابتایتل رو بزنید اونجا که کلیک کردید سابتایتل ایجاد میکنه. اگر اد سابتایتل اد پلی هد رو بزنید جایی که پلی هدتون هست سابتایتل ایجاد میکنه. حالا شما توی این باکس خالی میتونید بزنید مثلا اینجا ایران است. محض اینکه یه تکلیک خارج اون بکنین این سابتایتل ایجاد میشه و به محض اینکه توش دابل کلیک بکنید دوباره میتونین ادیتش بکنید. اما این سابتایتل از کجا تا کجا دیده میشه، یعنی از نظر زمانی از چه زمان تا چه زمانی هست؟ من یه مقدار روی ترکم زوم میکنم. این سابتایتل از اینجا تا اینجا دیده خواهد شد و حالا اگه بخواید یه سابتایتل دیگه ایجاد بکنید میتونید خود همین سابتایتل رو کنترل سی یا کنترل یا کامندی بزنید. شاید کامندی راحت تر باشه از اونجایی که دوپلیکیت یه مقدار سریع تر کار بکنه. خب حالا اینجا میتونید بزنید فرزن اینجا البته اگه روش باشم و بتونم انتخابش بکنم، دابل کلیک روی خودش هم میتونه سابتایتل رو باز بکنه. مثلا اینجا میتونم اینجا در دریاچه است حالا یا هر چیز دیگه. پس همونطور که شما دیدید روی ترک ما میتونیم اون سابتایتل رو از اون لحظه که میخوایم شروع بشه تا اون لحظه که میخوایم تموم بشه بزنیم. همونطور که احتمالا حدس هم زدید شما میتونید ادیتشون رو هم بکنید، کوچیکتر یا بزرگترشون بکنید و اگر خواستید رنگ و چپچین یا راستچین و وسطچین بودنش رو عوض بکنید انتخابش میکنید، میاد اینجا شما همونطور که میبینید میتونید وسط چپ یا راستچین بودنش رو انتخاب بکنید. اگر خواستید اینجا میتونید شروعش رو یه مقدار جابجا بکنید یا پایانش رو یا دیوریشن یا زمان کلیش رو. اگر خواستید با چند فریم فید این سابتایتل دیده بشه و با چند فریم فید از تصویر محو بشه میتونید این چند فریم هم بهش فید بدید. همونطور که اینجا شما میبینید با 3 فریم میاد و توی 3 فریم هم میره. اگر شما برای یک سابتایتلی فورس دیسپلی رو بزنید حتما دیده میشه، یعنی چه یوزر شما سابتایتل رو آف کرده باشه چه آن کرده باشه این سابتایتل رو خواهد دید. نکته دیگه که وجود داره اینه که شما میتونید این تنظیم رو به کل چیزهایی که توی این ترک هستن اعمال بکنید با اپلای تو استریم. یعنی مثلا من اگر اینجا 10 تا سابتایتل داشته باشم و یهو یادم رفته باشه که فید این فید آوتشون رو هر کدوم 4 فریم می‌خواستم بزنم میتونم اپلای تو استریم رو بزنم. همینطور برای فرمتینگشون چپچین راستچین بودن یا جابجا کردنشون یه مقدار. مثلا ما اینجا میتونیم انتخاب بکنیم بیایم یه خورده اونها رو جابجا بکنیم و بعد اگه خواستیم به کل ترک سابتایتل با اپلای تو استریم اعمال بکنیم. نکته دیگه بود که وجود داره شما میتونید از اینها به عنوان باتن استفاده بکنید که اگر شما بخواید میتونید اینجا یه فایل تصویری رو لود بکنید و مثلا ممکنه هر کدوم از این سابتایتل هاتون یه تصویر باشن، حالا تو شرایطی که فونت برای سیستم قابل تشخیص نیست که در مورد فارسی خب یه همچین مشکلی نداریم. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که خیلی از نرم‌افزارهای ساده برای ایجاد سابتایتل الان وجود داره که در واقع به شما یه شروع، یه پایان و یه خب تکست میده. شما میتونید با رایت کلیک کردن اینجا ایمپورت سابتایتل فایل رو بزنید و همونطور که مارکرها رو ایمپورت کردید از یک فایل تکست یک ترک سابتایتل ایمپورت بکنید یا اینجا ایمپورت سابتایتل رو بزنید.
از اینجا شما میتونید زبانی رو که این سابتایتل در واقع داره تعیین بکنید. به طور مثال اینجا فارسیه، پس من پرشین رو انتخاب میکنم و ترک یک سابتایتل هم پس شد فارسی. حالا اگر بخوام میتونم عین همین کار رو برای ترک های دیگه هم انجام بدم، مثلا عین بالا ترک دور فرنچ انتخاب بکنم و ترک 3 رو انگلیش، و حالا مثلا اینجا همین ترک رو انتخاب بکنم، کنترل سی رو بزنم و البته بعد این کار بکنم و کنترل وی، که البته مثل اینکه درست کار نمیکنه، فکر می کنم بشه کپی پیست کرد، نه متاسفانه نمیشه، فقط دوپلیکیت میشه کرد و جابجا. خب من یه بار دیگه این رو عیناً زیرش میذارم. این کار خیلی راحته توی DVD Studio Pro، شما میتونید خیلی راحت شروع و پایان زیرنویستون رو تعیین بکنید و به هر حال میتونید توی خود DVD Studio Pro هم این کار رو انجام بدید. اما همونطور که گفتم ممکنه شاید برای مترجم شما که روی PC کار میکنه یا برای تایپیستتون بتونید از این نرم‌افزار ساده سابتایتل استفاده بکنید که دیگه احیانا نیاز به خود DVD Studio Pro هم نداشته باشید. و حالا من اگه بخوام دوباره برای این مثلا اینجا ایران هست رو من تبدیل بکنم به US، This is ایران، البته باید فرانسوی باشه که متاسفانه من چون فرانسه بلد نیستم همین زبون انگلیسی رو میزنم. دوستانی که فرانسه بلدن امیدوارم من رو ببخشن. خب حالا همونطور که شما می‌بینید اجازه بدید من این ایران رو یه چیز دیگه بزنم که یه خورده واضح‌تر باشه، مثلا خب بازم انگلیسیه ولی خب حداقل قابل تشخیص از این اون یکی جمله انگلیسیمون. نکته که وجود داره اینه که شما در آن واحد فقط یک ترک سابتایتلتون میتونه کار بکنه و باز باشه. عیناً همین قانون برای صدا هم صدق میکنه و در آن واحد فقط یکی از کانال های صدا میتونه شنیده بشه. همونطور که شما میبینین اینجا میتونین هر کمی که خواستین سلکت بکنین و اگر شما اینجا بیایید و توی ریموت کنترلتون بگید که سابتایتلتون مثلا یک حالا سابتایتل خاصه که از اینجا انتخابش بکنید، یا بگید مثلا آدیوتون یک آدیو خاصه، دیگه دقیقا همون میشه و از همون میتونید، یعنی یوزرتون به صورت دیفالت همون سابتایتل و همون لنگویج رو میشنوه. اما یه راه جالبتری هم وجود داره برای تنظیم زبان، حالا چه صدا چه سابتایتل، که اون رو توی درسای بعدی خدمتتون میگم. خب در مورد سابتایتل چیز دیگه‌ای وجود نداره واقعا توی DVD Studio Pro، فکر میکنم دیگه بتونید خودتون رو به راحتی از سابتایتل توی این نرم‌افزار استفاده بکنید.